با درود فراوان خدمت شما دوست عزیزم، با مجموع درس های فیتوشیمی گیاهان دارویی بخش روغن‌ها در خدمت شما هستم. شما وقتی که وارد سوپرمارکت ها میشید نظر میندازید یه قسمتی رو تخصیص دادن به روغن ها، روغن ذرت، روغن کانولا، روغن زیتون، روغن کنجد، روغن جوانه گندم و و و و هر کدوم که خواصای متفاوتی داره در بدن. اما این روغن ها در گیاهان بسیار مهم و ضروری برای حیاتشون، برای همین ما بهشون میگیم متابولیت های اولیه، یعنی جزء متابولیت های اولیه گیاهان محسوب میشن. روغن ها بیشترین قسمت در قسمت دانه های گیاهان وجود داره و درصدش در گیاهان مختلف متفاوت است. اما از نظر ساختار شیمیایی طول زنجیره شون به بیش از 24 اتم کربن میرسه و ترکیب از اسیدهای چرب و زنجیره هیدروکربونی که در یک قسمتش گروه متیله و در قسمت دیگه گروه هیدروکسیل قرار گرفته. باز از نظر ساختار شیمیایی و اگه ما بخوایم روغن‌ها رو تقسیم بندی بکنیم، این اسیدهای چرب بر اساس تعداد پیوند دوگانه و اینکه کدام زنجیره کربنی به پیوند دوگانه نزدیکتر باشه ما اینها رو تقسیم میکنیم. اولی تقسیم یه اولین قسمتش اسیدهای چرب اشباع است. اسیدهای چرب اشباع اینها پیوند دوگانه درشون وجود نداره و اتمهای کربن کاملا توسط اتم نیتروژن اشباع شدن. اینها بیشترین حالت به فرم جامد یافت میشه. مثل چی؟ مثلا استاریک اسید. حالت دوم اسیدهای چرب اشباع نشده یگانه بهشون ما میگیم. اینها در ساختمانشون یک پیوند مضاعف یا دوگانه وجود داره. مثل چی؟ مثل اولئیک اسید یا اومگا 9. اما حالت سوم اسیدهای چرب غیر اشباع یا اشباع نشده هستند که بین 2 تا 3 تا پیوند مضاعف دارند، مثلا لینولئیک اسید یا اومگا 6. خب هرچه پیوند مضاعف کمتری وجود داشته باشه در این زنجیره، حالت روغن میل پیدا میکنه به سمت سفتی و هرچه برعکس پیوند مضاعف بیشتر باشد، حالت روغن میل پیدا میکنه به سمت شلی. یک. دوم، حتی مناطق مختلف زمین، مثلا شما نگاه میکنید ببینید که هرچه ما پیش میریم به سمت نقاط سردسیری، ما اینجا بیشتر، مطلق نمیگیم، بیشتر روغنهای مایع رو داریم و هرچه به سمت استوا پیش میریم، به سمت گرمسیر پیش میریم، ما بیشتر بحث سفتی رو داریم، یعنی اشباع شده میشه. مثلا روغن پال، مثل روغن نارگیل، مثل گوشت شتر، چربی شتر. روغن ها رو تقسیم بندی کردیم. روغن هایی که بهشون میگیم اصطلاحاً لینولئیک اسید یا اومگا 3
اینا فرمولاسیونشون میگیم 18-3، یعنی که طول تعداد کربونی که دارن 18 تا کربونه و 3 تا پیوند مضاعف دارن، به اینا میگیم لینولنیک اسید. خود لینولنیک اسید به دو تا ساب میجرز، دو تا زیر مجموعه تقسیم میشه، اکوزا پنتانویک اسید و دکوزا هپتانویک اسید تقسیم بندی میشه. خواص داروی فوق العاده زیادی دارن. لینولنیک اسید یا امگا 3 رو ما میگیم جزء اسنشیال فتی اسید ها هست، یعنی جزء اسید های چرب ضروری برای بدن ما. اینا بیشتر توی ماهی سالمون هست، توی ماهی ماکول هست، تو اکثر ماهیان هستن، توی روغن ماهی، روغن کبد کوسه، روغن جگر کوسه، توی گیاهان به ترتیب میتونیم کتان رو اشاره بکنیم یا بزرک، کنجد، گردو، شاخدونه، انگور فرنگی سیاه و گیاهانی که برگهای سبز تیره دارن، اینها سرشار از امگا 3 هستن. امگا 3 عزیزان خواص داروی بسیار بالایی داره. مثلا خود همین اکوزا پنتانویک اسیدی که ما میگیم که ساب میجرش بیشتر توی روغن ماهی هست، این کارای خواص متفاوته. اولا ضد التهاب پروستاگلندین هاست و نهایتا از جمله لوکوتریان ها که باعث این میشه که بهتر تنفس صورت بگیر در افرادی که آسم دارن. دومی خصلتی که داره فعالسازی پروستاگلندین های بازدارنده انعقاد خون رو بیشتر میکنه و با این کار میاد کاهش ویسکوزیته خون رو باعث میشه و ضد انعقاد، یعنی ضد چسبندگی پلاکت ها رو و کاهش لخته خون رو به وجود میاره. ضد چربی خون هستند کلن لینولنیک اسید ها، ضد تریگلیسیرید و کلسترول. مشکلات عروقی، رگ های قلبی بسیار بسیار حائز اهمیت و افزایش سیستم ایمنی بدن رو سبب میشه. توی دوره جنینی باعث تقویت رشد سیستم اعصاب جنین و تقویت حافظه و ذهن و حفظ رشد سیستم اعصاب جنین میشن.